Bismillahirrahmanirrahim. باز هم لکچر هفتم هست و در این قسمت وظیفه بعدی سلیکت جاین بود، یعنی گرفتن دیتا از چندین تیبل بحث میکنیم و ای که جاین چی هست، انواع جاین را اینها را در این لکچر کور میکنیم و میبینیم که چطور ما میتوانیم دیتا را از چندین تیبل فلتر نمیم. خب جاین را تعریفش را گفتیم که جاین در حقیقت گرفتن دیتا همزمان از دو یا چندین تیبل می باشد که به اساس رابطه تیبل ها یار گردیده باشند، یعنی به این معنی که به اساس پرایمری کی و فارین کی، یعنی یک تیبل چایلد و یک تیبل پرنت باشد و او اساس باز ما می توانیم که دیتا را از هر دو تیبل یا از چندین تیبلی که به این اساس به اساس پرایمری کی و فارین کی یار شده باشد دیتای آن را فیلتر نماییم. خب من در این قسمت انواع جاین را میبینیم که جاین چند نوع میباشد. اصلا جاین سه نوع جاین ما داریم، کراس جاین هست، اینر جاین هست و اوتر جاین هست. خب کراس جاین چی هست؟ کراس جاین در حقیقت عبارت از فیلتر کردن حاصل ضرب ریکارد های دو تیبل میباشد، یعنی اگر تیبل اولی ما 3 ریکارد داشته باشد و تیبل دومی هم 5 ریکارد داشته باشد، در آن صورت اگر ما کراس جاین نماییم 15 ریکارد را بر ما فیلتر می نمایند، یعنی تعداد ریکارد های تیبل اولی را ضرب تعداد ریکارد های تیبل دومی کرده و بر ما فیلتر می نماید. خب زمانی رخ می دهد که اگر ما شرطیه را در کیوری خود فراموش کرده باشیم و یا هم مثلا اینکه شرطی ما اشتباه باشد، بازار اون صورت کراس جاین رخ می دهد، یعنی ریکارد های دو تیبل ضرب شده و تعداد ریکارد هایش بعدا فیلتر می گردد. خب نوع دوم جاین این هست که به نام اینر جاین یاد می شود و اینر جاین اون جاین هست که در حقیقت به خاطر فیلتر کردن ریکارد های مشترک یا ریکارد هایی که در هر دو تیبل ما مطابقت داشته باشد آن ریکارد ها را برای ما فیلتر می کند و ریکارد هایی که مطابقت نداشته باشد آنها را فیلتر نمی کند. و مطابقت منظورم از این است که به اساس پرایمری کی و فارین کی در هر دو تیبل عیار شده باشند و در هر دو تیبل ریکارد های ما همان ریکارد ها مطابقت داشته باشد، بعدا ما می توانیم آن ریکارد ها را فیلتر نماییم. خب من در قسمت نوع بعدیش اوتر جاین هست و اوتر جاین به نوبه خود به 3 بخش تقسیم شده است. اولش لفت اوتر جاین هست، رایت اوتر جاین هست و همچنان فول اوتر جاین هست. میتونیم که فول اوتر جاین بگیم یا لفت، مثلا در اینجا لفت جاین یا لفت اوتر جاین، و یا بگیم که رایت جاین و یا رایت اوتر جاین، فول جاین و یا هم بگیم که فول اوتر جاین. خب میدیم این که لفت جاین چی نوع جاین هست. خب لفت جاین عبارت از جاینی است که به خاطر فیلتر کردن ریکارد هایی که در هر دو تیبل مطابقت داشته به شمول ریکارد هایی که در تیبل لفت یعنی چپ قرار داشته باشد و در تیبل رایت قرار نداشته باشد به خاطر از او استفاده می شود، یعنی او ریکارد هایی که در هر دو تیبل مطابقت داشته باشد آنها را فیلتر می کند، برعلاوه آن ریکارد هایی که در تیبل لفت و یا چپ قرار داشته باشند که در رایت قرار ندارند آنها را نیز برای ما فیلتر می کند. خب بعدش رایت جاین هست و رایت جاین همان جاین هست که به خاطر فیلتر کردن ریکارد هایی که مطابقت داشته در هر دو تیبل آنها را پرینت می کند یا فیلتر می کند به شمول ریکارد هایی که در رایت تیبل باشد و در لفت نباشد، یعنی برعکس لفت جاین هست، یعنی ریکارد هایی که در هر دو تیبل مطابقت داره آنها را نشان می دهد، برعلاوه آن ریکارد هایی را که در تیبل رایت قرار داشته باشد یا راست لیکن در تیبل چپ نباشد آنها را نیز نشان می دهد. و می بینیم که فول جاین چی نوع یک جاین هست. فول جاین خب عبارت از او جاینی است که به خاطر فیلتر کردن یا گرفتن ریکارد ها از دو تیبل
استفاده می شود به شمول ریکارد هایی که در تیبل های ما مطابقت نداشته باشد. یعنی او ریکارد هایی که مطابقت داشته آنها را نیز می گیرد و او ریکارد هایی که مطابقت نداشته باشند اگر در رایت باشند یا در لفت باشند آنها را نیز می گیرند و یا آنها را نیز فیلتر کرده می دانند. خب یک نوع جین دیگر هم داریم. این را در انواع جین به خاطر نمی گیریم، به خاطر که می تواند که لفت جین شود، رایت جین شود یا فول جین شود. هر نوع جین شده می تواند. تنها خب گفتیم که این را سلف جین می نامند و سلف جین او جینی هست که جین کردن یک تیبل با خود تیبل هست. باز خود نیاز می باشد که یک تیبل را با خود تیبل جین کنیم و در آن صورت ما می توانیم که از سلف جین استفاده کنیم. شاید لفت جین باشد، رایت جین باشد یا اینر جین باشد، هر چیزی که باشد، لیکن جین کردن یک تیبل با خودش این به نام سلف جین می نامند. خب میم در این قسمت خوب تر است که در شکل هم مشاهده کنیم. این به نام اینر جین یاد می کند. اگر یک تیبل داشته باشیم و تیبل دومی داشته باشیم، یعنی دیتای مشترکی که در بین دو تیبل قرار داشته باشد، اگر منظور ما گرفتن آن دیتا باشد، از اینر جین استفاده می شود. و همین به لفت جین، لفت جین او جینی هست گفتیم که به خاطر فیلتر کردن یا گرفتن دیتایی که مشترک باشد به شمول دیتایی که در لفت تیبل باشد نه در رایت تیبل. و در این قسمت میبینید که رایت جین هست و رایت جین عبارت از آن جین هست که به خاطر گرفتن یا فیلتر کردن دیتای مشترک به شمول دیتایی که در لفت رایت تیبل باشد و در لفت نباشد. و من به فول جین، فول جین عبارت از همان جین هست که به خاطر فیلتر کردن ریکاردهای مشترک یا ریکاردهایی که مطابقت داشته در هر دو تیبل به شمول ریکارد هایی که در لفت تیبل باشد و در رایت تیبل باشد آنها را نیز میگیرد. و من در این قسمت عملا میبینیم که چطور جین ها را ما استفاده کرده میتوانیم. میریم در ریتابیس خود را در این قسمت دیتی رای و در این در تیبلز تیبل های خود را در اینجا داریم. این ها را ابتدا فلتر اگر کنیم ببینیم که کدام ریکارد ها در اینجا قرار دارد. تیبل اولی ما select نوشته می کنیم from employee info your department info کی تیبل اولی است، parent هست و select می نماییم from employee info کی تیبل دومی ما هست یا child تیبل هست. خب این ها رو انتخاب کرده و بعدا اجرا می نماییم و می بینیم که این ریکارد ها را ما در تیبل های خود داریم. خب حالا اگر خواسته باشیم که ریکارد را بگیریم که بعضی کالم ها را از این تیبل گرفته باشیم مثلا و بعضی را از این تیبل گرفته باشیم، پس در اینجا از جین استفاده می کنیم و توسط جین امکان دارد که از دو تیبل ما دیتا را بگیریم. خب من در این قسمت چطور می تونیم جین کنیم؟ مثلا اگر در این قسمت بیایم ببینیم که و در اینجا هم می بینیم که با اساس پرایمری کی که در اینجا وضع شده و فارین کیش در اینجا وضع شده، یعنی دو تیبل ما رابطه دارد، یعنی پرنت هست و این چایلدش هست. من در این قسمت نوشته می کنیم که سلیکت نمایید مثلا امپلایی ساری نوشته می کنیم فرست نیم را می گیریم از تیبل اون فرست نیم کاما لاست نیم هست کاما جاب را می گیریم و کاما مثلا خب اگر خواسته باشیم سالریش رو میگیریم یا مثلا دیپارتمنت نمبر رو میگیریم، دیپارتمنت ایدیش رو میگیریم و من دو مشخصه را یا دو کالم را از اینجا انتخاب میکنیم که اولش دیپارتمنت نیم هست و بعدا هم دیپارتمنت هید هست. خب این کارها را گرفتیم و در اینجا نوشته میکنیم که فرام کدام تیبل؟ تیبل اولی ما که هست امپلایی انفو هست کاما میگذاریم و بعدا نوشته میکنیم department info از دو تیبل ریکارد رو میگیریم، چرا که ای سه چار مشخصه که از مربوط به تیبل اولی ما میشود یا ای تیبل و ای دو مشخصه مربوط به تیبل دومی یا ای تیبل میشود. خب در اینجا یک ایرر میدهد و ایرر به خاطر هست که
اینجا کانفلیکت هست، یعنی امبیگویتی ایرر که برش میگیم او هست، بخاطر که دیپارتمنت آی دی در هر دو تیبل ما داریم، اینجا هم دیپارتمنت آی دی هست و اینجا هم دیپارتمنت آی دی هست. فعلا مشخص نیست که آیا این دیپارتمنت آی دی از کدام یک انتخاب شود، از این تیبل انتخاب شود و یا از این تیبل انتخاب شود. بخاطر از اینکه ما مشخص کرده باشیم میگیم که از این تیبل انتخاب شود، بس در این صورت میتونیم که نام تیبل خود را ذکر کنیم، یعنی employee info dot. خب فعلا مشخص ساختیم که employee id باید از کدام تیبل گرفته شود. و در این قسمت جاین اولی را گفتیم که کراس جاین هست و کراس جاین همان جاین هست که ما اگر شرطیه را فراموش کرده باشیم، فعلا ما شرطیه وضع نکردیم، اگر شرطیه وضع نشود میبینیم که چند ریکارد برای ما فیلتر میشود. تعداد ریکارد ها در اینجا 8 هست و تعداد ریکارد ها در اینجا هم به چند ریکارد میرسد؟ اینجا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ریکارد داریم. 8, 8, 64 ریکارد برای ما فلتر میکند. خب حالا انتخاب میکنیم و بعدا رن میسازیم. در این قسمت میبینیم که چی تعداد ریکارد ها را برای ما فلتر کرده است. بعد ساری 72 ریکارد میشه در مجموع. خب به خاطر که ما شرطیه را فراموش کردیم و در این قسمت دو تیبل را ریکارد هایش را ضرب کرد و بعدا برای ما فلتر کرد. و در اینجا هم میبینید که کدام مشخصات را ما گرفتیم، ولی 3 مشخصه یا 4 مشخصه را گرفتیم از تیبل اولی هست و این متباقی با تیبل دومی مربوط میشود، یعنی اینها را ضرب کرد با هم دیگر. خب حالا اگر توری کار انجام، خب این گفتیم که کراس جاین هست، کراس جاین هست و بعد هم میبینیم که ما دوم جاین یا نوی دوم را که خواندیم او عبارت است کدام جاین بود؟ جاین اینر جاین هست، اینر جاین هست و اینر جاین دیتایی را میگرد که در هر دو تیبل مشترک باشد، مطابقت داشته باشد به اساس پرایمری کی و فارین کی. خب یک کاپی گرفتیم در اینجا پرین می نماییم، میایم در اخیر اینجا شرطیه میتیم، ولی اگر شرطیه بتیم نوشته میکنیم که امپلای ویر، نوشته میکنیم ویر شرطیه ما امپلای دات، میگیم که دیپارتمنت آیدیش مساوی شود و تیبل بعدی ما که دیپارتمنت هست در اونجا هم دیپارتمنت آیدی داره. خب حال اگر این شرطیه صدق میکند تنها او ریکارد ها را برای ما نشان میدهد، متباقی را نشان نمیدهد، یعنی ریکارد هایی که در هر دو تیبل مشترک باشد. خب اینها را انتخاب میکنیم بعدا اجرا مینامیم. من در این قسمت تنها ریکارد هایی را برای ما نشان داده که در هر دو تیبل مشترک بوده، یعنی به اساس پرایمری کی ما داریم اینجا این ریکارد های هستند که در هر دو تیبل وجود داره، یعنی به این معنا که اگر دو تیبل را در اینجا انتخاب کرده باشیم select میگیم all from employee info و در اینجا نوشته میکنیم که select all from department و اینها را همزمان همه شرن میسازیم و بعدا خوبتر تفکیک کرده میتونیم که چی حالت رخ داده است. خب این تیبل اولی است و این تیبل دومی هست و ریکارد های را که مشترک است، ولی در اینجا داریم 5، در اینجا نیست 5 داریم، این ریکارد در اینجا آمده چرا که در هر دو مشترک است. 8 در اینجا هم داریم، خب در تیبل اول در اینجا 8 داریم و در بالا هم 8 داریم، در تیبل اولی ما نیست 8 داریم. خب در اینجا هم 8 باید باشه، در اینجا 8 داریم و بعدن در اینجا ریزالت رو برای ما نشان میدهد که 8 هم در هر دو چیز مشترک هست و مهم 4 در هر دو مشترک هست، در اینجا هم اینجا 8 هست و در پایین هم 8 داریم، در هر دو 4 در اینجا هم داریم، 4 در اینجا هم هست مشترک. پس یعنی ریکارد های مشترک را برای ما نشان میدهد، ریکارد هایی که مشترک نباشد آنها را نشان نمیدهد. پس این هست انرژین هست. خب یک نوع انرژین هست و خود انرژین را استفاده نکردیم، میتونیم که رقم هم نوشته کنیم که کار را کپی میکنیم. خب در این قسمت میم کنترول وی، حال میگیم که این دو تیبل را بگی from any table و در اینجا میم نوشته میکنیم که انرژین بساز، انرژین بساز این تیبل را با این تیبل در صورتی که عوض ویر در اینجا آن نوشته میکنیم، در صورتی که این شرطی ما ست نماید. و حالا اگر این را اجرا میکنیم بعدا میبینیم همان ریکارد هایی را که قبلا نشان داده بودیم یا فیلتر کرده بودیم بر ما نشان میدهد. خب این را انرژین میگهد که به خاطر گرفتن دیتای مشترک استفاده میشه.
خب یه همونه بر اوتر جاین بادر اوتر جاین نوی جاین اول یست که لفت اوتر جاین هست لفت اوتر جاین و یا هم نگیم که لفت جاین خب بخاطر از اینکه ما لفت جاین رو انجام داده باشیم این رو کپی میکنیم در اینجا پیست می نماییم بعدا ایفاز اینر جاین در اینجا نوشته میکنیم که لفت اوتر جاین left outer join خب left outer join در اینجا کدامش left هست و کدامش right هست این تیبل ما left هست و این تیبل right هست خب حال او ریکارد هایی را که مشترک است آنها را یک کپی میگیرد و ریکارد هایی که در left تیبل یا در این وجود داشته باشد و در این نباشد آنها را نیز برای ما نشان میدهد خب حال کپی میگیرد خب در این قسمت میبینیم بله این ریکارد ها هست که در هر دو مشترک هستن اینها را گرفتن و ریکارد هایی که در هر دو مشترک نبودن خب آیا کدام ریکاردی داشتیم که در هر دو مشترک نیست اگر چنین باشد باز او را نیز بر ما نشان میدهد یعنی در تیبل اولی ما باشد و در تیبل دومی ما نباشد خب اگر ببینیم در این قسمت من در این قسمت اینها را انتخاب میکنیم و میبینیم که آیا دو ریکاردی داریم که در تیبل اولی باشد و در تیبل دومی نباشد خب چونین ریکاردی در اینجا نداریم چون که همه ایش چی هست در اینجا ای آیدی ها در اینجا شامل هستن تا 8 و در اینجا تا 8 را ما داریم خب مثلا اگر اینجا خواسته باشیم که یکیش را تغییر بدهیم باز بهتر فهمیده میشود خب در دیزاین مود میریم مثلا ایران نل میسازیم نل میسازیم و این قسمت را نیز نل میسازیم نل شون نل شد و ایران نیز نل میسازیم نوشته میکنیم که نل دو ریکارد نل داریم و در این دو ریکارد در اونجا شامل میسازیم خب ریکارد های ما مختلف هستن فیلم اگر اجرا کنیم برای این دو ریکارد ما در اینجا داریم در تیبل اول خود و در اینجا وجود ندارد بخاطر که دو آیدی نل در اونجا نیست خب در آن صورت میتونیم که خوب تر تشخیص نماییم میم در این قسمت بله حال ببینیم چی کار شده ریکارد هایی که مشترک بود آنها را نیز گرفته و ریکارد هایی که در تیبل اولی هست این ریکارد ما هست در تیبل اولی هست در تیبل دومی نبوده اینها را نیز بر ما نشان میدهد خب به می ترتیب میتونیم این جاین دیگر که او عبارت از رایت جاین هست نوشته میکنیم که رایت جاین و یا رایت آوتر جاین هر دو یک هست بدانیم در اینجا نوشته کنیم که تنها کنترل سی میکنیم این قسمت کنترل وی اینر جاین رو بچی تبدیل میکنیم و رایت اوتر جاین حال اگر اینها رو فیلتر کنیم ریکارد هایی رو که در تیبل دونی در تیبل وجود داشته باشد و در تیبل وجود نداشته باشد آنها رو نیز نشان میدهد تیبل لفت بله فیلن ای دو ریکارد ما داریم در تیبل دومی که در تیبل اولی وجود ندارد یعنی دیپارتمنت آی تی و دیپارتمنت بی بی ام این دو دیپارتمنت در اینجا استفاده نشده بود یعنی در تیبل اولی استفاده نشده در تیبل دومی استفاده شده بس ای چی شد در اینجا رایت جاین شد یعنی او ریکارد هایی که در این تیبل وجود دارد و در تیبل اولی ما وجود ندارد اونها را نیز برای ما در کنارش نشان میده خب گفتیم که وضع اینجا اوتر میتونیم که تنها رایت جاین بگیریم مشکلی ندارد بعدا رن بسازیم این جواب را برای ما میدهد این جواب را میدهد خب میتونیم که بعدا در این قسمت باز هم نوشته کنیم که بعدیش فول جاین است فول جاین فول جاین ریکارد های را برای ما نشان میدهد که در هر دو مشترک باشد و مشترک اگر نباشد اونها را نیز شامل میسازد مثلا نوشته میکنیم که فول جاین و یا نوشته میکنیم که فول اوتر جاین هر دو یک هست خب حالا اگر رن بسازیم بله میبینیم این ریکارد در رایت تیبل وجود دارد در لیفت وجود ندارد
این ریکارد در رایت تیبل وجود دارد، در لیفت وجود ندارد. لیکن اگر باز بیان در این قسمت ببینیم، این ریکارد ها در لیفت وجود دارد، در رایت وجود ندارد. لیکن در مجموع ریکارد هایی که یک مشترک هستند، آنها را نیز میگیرد و ریکارد هایی که در لیفت باشند، در لیفت مثلا در این تیبل باشند و در این تیبل نباشند، او را هم گرفتن. و ریکارد هایی که مثلا در رایت تیبل ما باشد، در لیفت نباشد، آنها را نیز گرفته است. خب این فول جوین هست و فول جوین دیتای مشترک و دیتایی که اگر مشترک هم نباشد در هر دو تیبل وجود داشته باشد، او را نیز نشان میدهد برای ما. و ما نوع آخر را در اینجا کار میکنیم، مثلا نوشته میکنیم که سلف جوین. و سلف جوین را ما گفتیم که جوین است که یک تیبل را با خود تیبل وضع میکنیم. خب بخاطر از اینجا یک تیبل را ساختیم، نوشته میکنیم که سلیک فرام تست. وی تیبل هست که خوبتر درک کرده میتونیم در آن وظیفه جین سلف را. خب در این قسمت متوجه باشین، این ایمپلایی ها را ما داریم. در اینجا ایمپلایی آیدی های مختلف داریم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 ریکارد داریم. و در این قسمت منیجر هایشان ذکر کردیده، منیجر آیدی، یعنی این شخص که آیدی 1 دارد کریم نام دارد، لیکن منیجر از کی است؟ منیجرش علی هست. خب امپلای دوم ما واسه هست، منیجرش کی است؟ کریم هست. یا من امپلای آیدی 3 را اگر ببینیم، ای منیجر ندارد. و شمس را اگر ببینیم، منیجرش کی است؟ امپلای یعنی واسه هست. و در این قسمت ببینیم 5 و دپارتمنت آیدی کی است؟ که علی هست. یعنی هم امپلای هستن و در ضمن هم منیجر هستن. به خاطر از این ما میتونیم که تیبل را در خود تیبل جوین کنیم و ای را به نام سلف جوین مینامد. مثلا نوشتن میکنیم که سلیکت، یا مثلا که بفهمیم کی ها منیجر کی ها هستن، نوشته میکنیم که ای دات، نوشته میکنیم امپلای نیم، از نوشته میکنیم امپلای کاما میگذاریم و در این قسمت نوشته میکنیم ام دات امپلای نیم، از نوشته میکنیم که منیجر. خب در این قسمت میایم فرام تست نوشته میکنیم ای کاما تست ام نوشته میکنیم و اصلا من در این قسمت شرطیه برش میتیم که ویر، در صورتی که ای دارت امپلای یعنی ام جی آر آیدیش مساوی شده باشد و ام دارت امپلای آیدی. خب حالا بهتر ما میفهمیم، یعنی علی منیجر کریم هست به خاطر که آیدی 3 از علی هست. این قسمتی را اگر انتخاب کنیم بعدا اجرا کنیم، برای ما نشان میدهد که کدام امپلای ها هست و کدام ها منیجر هایشان هستند. در این قسمت کریم علی منیجرش هست و در اینجا واسه کریم هست، شمس واسه هست، وایس علی هست و لیلا هم وایس هست. به این ترتیب بر ما نشان میدهد. و اینجا اینها را به نام سینونیمز یاد میکند و یا میگیم که یعنی یک نام مترادف دادن برای یک آدم یا برای یک فیل. در اون صورت ما میتونیم این نام ها را برشان ذکر کنیم. انشاءالله خدا کنه فهمیده باشین همه جاین ها را و در این قسمت ذکر کردیم. انشاءالله که ساده بود درک کردیم. خب تشکر، خدا حافظ.